سلام، حال احوالتون چطوره؟ خوب هستین؟ اومدم کمی قوره بچینم تا یه آب قوری فرد علا درست کنم. بریم با هم کمی قوره بچینیم. روبی خانم، قربونت برم، فدات بشم، آبتنی کردی عزیزم. پنج وای فدات بشم شیرین. چه ابر زیبایی، به به. قوره ها رو پاک می کنم. قوره های خراب رو از قوره های سالم جدا می کنم و ساقه ها رو دور می ریزم. قوره ها رو میشورم تا گرد و غبارش بره. زمان میدم تا خشک بشه. بعد از صافی رد می کنم تا دوم و پوست قوره ها گرفته بشه. با شعله بالا میذارم تا بجوشه. بعد از بجوش اومدن کفش رو جمع میکنم. برای اینکه در دراز مدت طعم آبقوره عوض نشه و تبدیل به شراب نشه، بهش کمی نمک دریا میزنم و میزان نمک بستگی به مقدار آبقوره داره و موقع استفاده در غذاهای آبقوره دار حواسم به نمک غذا هست که زیاد نریزم، چون آبقوره خودش نمک داره. بعد از اینکه جوشید و غلیظ شد میذارم کنار تا سرد بشه. بعد از صافی رد میکنم. یکی از نکات کنکوری به حداقل رسوندن کپک در آبقوره زیاد جوشوندنشه، یعنی به قدری جوشیده بشه که حجمش کم بشه. هرچی بیشتر بجوشه غلیظتر میشه و مدت نگهداریش بیشتر میشه. خلاصه هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم که کپک زدگی رو به حداقل برسونیم.
وقتی از صافی رد کردم میریزم داخل ظرف شیشه‌ای که استریل و کاملا خشک هستش. روش استریل شیشه رو در پست کمپوت گیلاس و کنسرو برگمو ویدیوشو گرفتم، میتونید اونجا ببینید. خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها برام بنویسید که آبغوره رو در چه غذاهایی استفاده میکنید. آبغوره رو داخل ظرف شیشه‌ای که دهانه باریک داره نگهداری میکنم تا کپک زدگی رو به حداقل برسونم. و بعد کمی روغن داخل بطری روی آبغوره میریزم تا مانع نفوذ هوا به داخل آبغوره بشه. در بطری رو محکم میبندم و در جای خنک نگهداری میکنم. امیدوارم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید.